جهان در آستانه انقلاب هوش مصنوعی است. از کشاورزی تا پزشکی، امور نظامی و کنترل اجتماعی، هوش مصنوعی همه چیز رو تغییر می‌دهد. اما قدرت بیشتر با مسئولیت بیشتر همراه است. آیا هوش مصنوعی در ایران نیروی برای پیشرفت خواهد بود یا ابزاری برای سرکوب؟ این خلاصه مقدمه است که گوگل جمنای در پاسخ به درخواست من به انگلیسی برای مقدمه برنامه درباره هوش مصنوعی با تمرکز بر ایران نوشت. همین پرسش رو به فارسی برای گوگل جمنای نوشتم، این پاسخ رو داد. من همچنان در حال آموزش دیدن برای پاسخ دادن به این سوال هستم، اما فعلا میتونید از جستجوی گوگل استفاده کنید. درخواست رو به انگلیسی برای چت جی پی تی فرستادم، این پاسخ رو داد که به فارسی ترجمه کردم. ما راهی سفری به قلب چشمانداز فناوری در ایران هستیم، نقطه پیوند نوآوری و سنت. با ما همراه باشید در حالی که نقطه تلاقی هوش مصنوعی و فرهنگ ایران رو جستجو می‌کنیم. حالا ترجمه فارسی مقدمه پیشنهادی کلاد رو ببینیم. جامعه هوش مصنوعی ایران برای رقابت در صحنه جهانی با تحریم‌های اقتصادی، دسترسی محدود به تازه‌ترین سخت‌افزارها و فرار مغزها به سوی سیلیکون ولی بدون منابع کافی مشکل خواهد داشت. متخصصان در ایران همچنین با پرسش‌های دشوار اخلاقی درباره نقش هوش مصنوعی در امور امنیتی، تجسس و جنگ افزار روبرو هستند. متوجه شدید که هر کدوم از ابزارهای هوش مصنوعی متن نسبتاً متفاوتی رو پیشنهاد کردن که نشون میده از احتمالاً الگوریتم و داده‌های متفاوتی استفاده می‌کنن.